اتفاقی عجیب و غیر قابل منتظره‌ای برای الناز شاکر دوست در جشنواره فیلم فجر رخ داد. در این ماجرا کلیپی از اون شب در جشنواره فیلم فجر منتشر شد و در اینترنت وایرال شد که الناز شاکر دوست در حال داد و بیداد کردنه. میگه با زور نمیتونید من رو بیرون بندازید. این کلیت اتفاقیه که در این جشنواره رخ داده. در ادامه فیلم‌های اون ماجرا رو براتون میذارم و بریم که ببینیم جریان چی بوده. لایک و کامنت و سابسکرایب و زنگوله من رو میمرم. یادتون الناز شاکر دوست بازیگر فیلم بی بدن با حضور در پردیس کوروش به شدت به جشنواره فیلم فجر و برگزار کنندگان آن اعتراض کرد. علت اعتراضش هم این بوده که فیلم من رو نمیخوام ببرن توی این جشنواره و این در نوبه در سال گذشته بود که بعضی از هنرمندها جشنواره فجر رو تحریم کرده بودن، ولی الان این اتفاق برعکس شده. فیلمی که مربوط به الناز شاکر دوست هست رو برای شما میذارم، ولی جنجال در جشنواره فجر ادامه داره. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده، اصغر نعیمی به دلیل ممانعت از ورودش به سالنی که فیلمی به کارگردانی خودش در اون نمایش گذاشته می‌شود، با عصبانیت و فریاد این موضوع رو یک جورایی محکوم کرد و بهش واکنش نشون داد. دیدید که جنجال های این جشنواره فجر تمومی نداره و خیلی ها هم گفتن برای اینکه جشنواره فجر سر زبون ها باشه این حواشی و این اتفاق ها رو منتشر میکنه. در اکثر سایت ها نوشته جنجال الناز شاکر دوست در سینما کوروش، نمیتوانید من را به زور ببرید. یا از این طرف مثلا نوشتن یه جورای الناز شاکر دوست گفته اینجا جشنواره نیست، جنگ فرهنگیه. در یک اتفاق جالب اینجاست که خبرگزاری دولت پشت الناز شاکر دوست در اومده. در سایت های داخلی همچین چیزی رو بهش اشاره کرده. یا حتی مثلا گفتن فریادهای الناز شاکر دوست پردیس کوروش رو به هم ریخت، الان برای تو فیلمش رو میذاره. در اتفاقی دیگه فدراسیون فوتبال ایران، یعنی در قضیه راجع به جام ملت‌های آسیا و اینجور چیزها که الان در رابطه با الناز شاکر دوست بهتون میگم، ولی بذار یه نکته جالبی بهتون بگم. بعد از اینکه مهدی طارمی در بازی مقابل سوریه کارت قرمز گرفت و بازی مقابل ژاپن رو از دست داد، فدراسیون فوتبال یه جوری امیدوارن که بتونن یکی از کارت زردهای طارمی رو حذف کنن که یک جورایی در مقابل ژاپن بتونه فیکس بشه و بازی کنه، که فکر کنم چیزی بعید باشه برای چیزی که در رسانه‌ها گفتن. در اتفاق دیگه یک اتفاق واقعا بد رخ داده در رابطه با علیرضا فغانی بعد از اینکه در بازی عراق، خودتون میدونید که چه اتفاقی رخ داد و کارت قرمز داد، یه جورایی فغانی جام ملت‌ها رو بعدش ترک کرده. گفته انیت جانی علت بازگشت به سیدنی یا همون استرالیاست که باعث شده بره و ادامه رقابت‌ها رو هم، یعنی یه جورایی داوری شو هم از دست بده، که واقعا عراقی ها یه جورایی کردن که دیگه نتونسته داخل این به قول من رو قطر بمونه. بعد از اون طرف هم امروز توی تهران یه اتفاق بد و خیلی نمیدونم واقعا چی بگم رخ داده، که در یک کلانتری 14 پاکدش دو نفر متأسفانه از بین رفتن به خاطر یک اشتباه سهوی یکی از سربازها بوده که این ماجرا رخ داده. از این طرف در رابطه با داوود هزینه و بقیه کسایی که به قول معروف سایت قمار اونجور چیزا داشتن، همشون دارن دستگیر میشن و خود داوود هزینه هم بنابر گفته ها در رسانه ها لب مرز و به زودی تحویل ایران میدنش، که تو پیش هم بعضی وقتا استوری میذاشه، ولی خب بعضی اینو رد کردن و فیلم الناز شاکر دوست دارن برای شما میذارن. از اون طرف هم نوشته خبر رسیده 25 نفر از کسانی که در پشتیبانی سایت‌ها و صرافای سایت‌های قمار و شرط‌بندی کار می‌کردن در برج سیمپاش استانبول دستگیر شدن و همه‌شون یه جوری قراره به ایران برگردن، البته کسایی که به ایران مربوطن. اگه با این خواننده شما خاطره دارید تو بخش کامنت‌ها بنویسید، ولی متأسفانه جمشید جم خواننده یار دبستانی من درگذشت، که واقعا از همینجا تسلیت می‌گیم. و اگه با این خواننده و مخصوصاً با این آثار این خواننده، یعنی یار دبستانی من، خاطره دارید در بخش کامنت‌ها حتماً تیتر عجیب به بعضی از رسانه ها فریاد اعتراضی الناز شاکر دوست علیه سانسور در جشنواره فیلم فجر. حسابی در این مورد در اینترنت صحبت شده. بریم فیلمش رو در ادامه با هم دیگه ببینیم. میخوام بگم Yeah.
البته هستن آدم های اندک دلسوزی مسئولی مثل اسم بزن ببرم از خانم یک زن شجاع و قوی خانم نازنین پیرکاری که ازتون میخوام خواهش کنم تمام این سنگ هایی که به سمتتون پرد شده ازش بیان یه سنگر بسازیم. الان ادامه یه حرفا رو برای شما میذارم، ولی نکته که در رابطه با الناز شاکردوز در اینترنت راجع بهش صحبت کردن نفس نفس زدن اون و صحبت های عجیب و یه جورای زیاد اون بوده که بعضی گفتن نقشه. بریم ادامهش رو ببینیم. چرا مثل اینکه ما در یک جشنواره به سر نمیبریم، در یک جنگ فرهنگی به سر میبریم. من امروز احساس میکنم نه به خاطر خودم، الان این چندمین بار این اتفاق میفته، به خاطر عواملی که زحمت کشیدن میخوام ازشم تشکر بکنم و بگم آرزو میکنم روزی بیاد خیلی زود، شاید همین سال آینده، که جشنوارمون بیکینه فرهنگی و تخصصی برگزار بشه. این تنها خواهش من. حتما نظرتون رو در بخش کامنت در رابطه با این حرکت الناز شاکردوز بنویسید و زمانی هم که داشتن الناز شاکردوز رو از اون صحنه می‌بردن بیرون با هم دیگه می‌بینیم و بهتون میگم اون ماجرا و اون جنجال چیه. تا انتها همراه ما بمونید. در ادامه هم یک سری صحبت های جنجالی دیگه انجام میده الناز شاکردوز که با هم دیگه میبینیم و بعد شاهد اون ماجرا و جنجالی که بهتون توضیح دادم و گفتم چیه یه جوری در اول ویدیو میشیم. شما نمیتونین جلوی حرف زدن ما رو بگیرید. من میخوام که از نخبه های کشورمون از جمله نویسنده این فیلم آقای کاظم دانشی که بسیار جوون و با استعدادن خواهش کنم که اجازه ندن این موانع باعث بشه که دل سرد بشن. خواهش میکنم که به خاطر این مردم بمونید در این خاک و نذاریم که سینمامون هم مثل خیلی از چیزهای دیگه بمیره. من میخوام در اینجا تشکر کنم در این فضایی که پر از تفرقه اندازی و نفرت پراکنده. تا اینجا ویدیو رو مشاهده کردید و بعضی گفته بودن که در این جشنواره به الناز شاکردوز همینجوری حمله شده و میخواستن اون رو ببرن به زور جوری صحبتاش رو بگیرن، که اندی از این سکانس ها رو برای شما میذارم و اون عکس رو هم که منتشر کردم میذارم، بریم فیلم ها و عکس ها رو ببینیم. و اینم عکسیه که از اون لحظه منتشر کردم و در رسانه ها منتشر شده. حتما در بخش کامنت ها نظرتون در رابطه با این اتفاقی که برای الناز شاکردوز رخ داده بنویسید و چیزی که در رسانه ها بود لایک و سابسکرایب و کامنت و زنگوله یادتون نره. تا ویدیو بعدی، عشقت، خدا نگهدار.